این از امکان داریم که توسط نمایش باز به یک گوشه زیبای تاجیکستان سفر کنیم. انیخترش سفری با این نوبت و مجموعه تاریخی فرهنگی یکی از شاعران توانای اخری عصر 19 و ابتدای عصر 20 نقیب خان طغرل احراری صورت می‌گیرد. هنگامی سفر به ناحیه عینی اندکی شرقتر از مرکز نهایی شما به دهه زاسون میرسید و محض این دهه زادگاه ادیبی مشهور است. اصلا مجموعه از آرامگاه شاعر، فواره، مجسمه برقد شاعر و ایوان با اصول معماری ملی کندگاری شده عبارت است. نقیب خان طغرل احراری محض دنج و تولد شده به کمال رسیده است و سپس در مدرسه تیلوکاری سمرقند و چند در شهر بخارا تحصیل نموده است. هر نفری به تماشای اثرخانه این ابرمرد توانای ادبیات می آید، از حال و احوال و میراث ادبی و آگاهی کامل پیدا می کند. دنج سر و لباس و دیگر اشیاء روزگار نقیب خان طغرل حفظ شده است و آثارخانه زنده برای ساکنان و سیاحان خارجی می باشد. گذشته از این آثارخانه در حبلی استقامتی خود نقیب خان طغرل واقع گردیده است که آن را شاعر با دستان خود و یاردم استادهای محلی بنیاد کرده است. در سری راه و روبروی آثارخانه شاعر پیکره و آرامگاه او با حشمت قامت افراختند. باید گفت که این مکان محض با توجه خاصه اساسگذار سلو وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بازسازی گردیده 18 اکتبر سال 2015 در وضعیت تنتنوی با برداشتن پرده از روی لفه نزدی پیکره نقیب خان طغرل مجموعه تاریخ فرهنگی این شاعر معروف تاجیک که به افتخار 150 سالگیش بنیاد گردیده است برداشته شد. آرامگاه شاعر نفسازی شده با نقش و نگاری ملی، کاشین‌ها، گچکاری و کندکاری آرایافته است. مجسمه برخط شاعر را ارباب هنر تاجیکستان غفورجان جورایف آفریده است. امروز هر نفری که به این منطقه سفر میکند حتما به زیارت و تماشای این مکان تاریخ و فرهنگی میآید و از احوال و آثار چون یک شاعر با استعداد و رنگین خیال آشنایی پیدا میکند.